خوب میگذاریم به سوال اساسی در همین رسیه همه زن ها چی کتار چی جانس چی جوان فراش کار میکنند در همین مغازه شما میدونید که گوشت خوک هم هست شراب هم هست عرق هم هست نپید کو، همه چیز حلال حروم هست و همین ماوش گرفتگی چی میشود و چی باید کرد زن ها اکثرتش بسیار نمیتود دیگر کار رو کردند گو جا رفته کار کنند. چی مسئله می دادید؟ تشکر زیاد. <تصفح> بله. اولش اینکه مسئله کار کرده نیزان ها خصوص در جایهایی که با مرد ها آمیخته است، مختلط یعنی مرد و زن آمیخته در یک مثلا کارخانه کار, کار میکنند. این از نگاه شریعت اصلا جاویز نیست. اولش اینکه رسقی زن بر شوهرش است و علی المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف و بر پدری خانواده بر زمه اش واجب است که همسران خود را و فرزندان خود را با تعام و با لباس تامین کند یعنی که ما وقتی که میگویم که زنها تو نمونید در جایهایی که با مرد ها کار میکنن آمیخته کار میکنن بعضی انسان ها ضرور هست مجبور هسته میگن لیکن اون ضرره که بر سرت ها می آید از این فایده هایی که او به دست می بیارد بزرگتر است من بسیار حالت رو را شاهید شده هستیم و شما هم شاهید شده هستید که همسری خودشه وقتی که با مرد های بیگانه در یک جا کار میکند با хиёнат дастгир мекунад баъд талоқ медиҳад баъд ҷудо мешавад бад занозанӣ ҷангу ҷанҷол то ба қатл яъне ки магар меарзад он музде ки ҳамин зан дар ҳамон ҷо кор карда меовард вақте ки зану мард дар якҷо кор мекунад ана ҳамин суханҳои оддӣ оқибаташ зино аст السلام علیکم و علیکم السلام خوب است تینج است ساعت چند شد انا همین سخن ها عاقبتش غالبا زنا هست بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله که وقتی که زن با مرد بیگانه خلوت میماند سیومین آنها شیطان می شود گفت آه آهسته آهسته کاری خود را اجرا میکنند حتی حضرت مولانا هم مثال خوب آوردن در مصنوی گفت بابا چون کنم پرهیز من آتش و پنبه است آخر مرد مردوزم زن مرد و زن مراد مرد و زنی بگانه و هم محرم نیستن بگانه هستن اینا مانند آتش و پنبه هست یعنی پخته پنبه را پرهیز از آتش کجاست یا در آتش کی حفاظ است و تو قاست اگر ما پومبا و آتش پخته و آتش به یک جا مونیم به یک جا یک جای مونیم و گویم که آتش رو نصیحت کنیم که آتش کار کنی که پخته رو نسوزانی پخته رو گوییم که ای پخته کار کنی که در آتش نسوزی گفته نصیحت کنیم صد بار هم هزار بار هم پومبه را پرهیز از آتش کجاست کی دیدی که پخته از آتش خودش را پرهیز کرده است؟ پنبه را پرهیز از آتش کجاست یا در آتش کی حفاظ است و تقاس کی دیدی که آتش پخته رو نسوزاند است مثال مرد و زنی بیگانه مثال پخته و آتش است من دیدگی هستم در بعض کارخانه ها در بیمارخانه ها حتی بیمار سبحان الله بیمار دو اون حجره که خواب میکند البته همه اهل حجره زنها هست لیکن شوهرش با طبیبی مرد حتی از سیمکارتی نو خریده داده به همین بیمار طبیب و بیمار زن در میان توابت خانه همسرش هم میزد طبیب میزد این شوهر کی مقصد زنش خیانت کرده است با همین طبیب بنابراین هر جایی که مرد و زن آمیخته هست یعنی این طبیعتی حیات دنیا طبیعتی مرد و زن هست بنابراین این مسئله اول پیش کرد مسئله آیا زنها کار کند در کوچه یا نه یعنی مرد باید کم در غروری مردی داشته باشه کوشش کند که مثلا زنش در جای که کار اگر ضرورت فراد یک کاری جسدجا کند که با مرد ها آمیخته نباشد اگر کسی که به همین سخنهای ما اعتراض بیان میکنه ما همه از زناتون در قطار مردم چی خیلی که علاقه های مولد که اعملو ماشئتون. شما چی کار خواهید کاروان گرید فردا پیشگاه علاقه های مولد میبید بعد کسی کتابش هست ها در همین دنیا هم از کاری کرده تا میشید آن کس که نصیحت زی عزیزان نکند گوش بسیار بخواید سری انگشتی ندامد نصیحت نمیگیرید بر ضرر خودتون است پگه این وقتی که همسر یک انسان خیانت میکند این یک مصیبتی که یعنی که این پولتون اگر گم شود پول میابید خانتون اگر سوزد یا خانه نو میسازد لیکن زنتون مادری فرزندانتون اگر به شما خیانت دیگر این آره دیگر این ناموسه نمیتونید از نفس خودتان و شرف خودتان نمیتونید پاک کنید دیگه نمیتونید خودتان بخشه لیکن نمانید همسراتان در نزد مردهای بیگانه کار کنید بله در حالت های مشکلی وزنینی یا زن که شوهر ندارند جستجو کنه یک مکانی که اونجا زن ها هست با مردها ها نیست مکانی حلال است صحابه ها وقتی که شوهرانشان به کار می همسرانش هم میگفتن که ما به گروسنگی صبر میکنیم لیکن به آتش دوزخ صبر نمیکنیم همین آتش دنیا هفتاد درجه گرمیش سبکتر است از آتش آخرت مگر به همین طاقت میکنید نمیکنید آتش آخرت هفتاد درجه هفتاد فایز گرمیش بلندتر است از این آتشی دنیا و از آتش های دنیا آتش های است که آهن را آب می کند به قدر حرارتش بنابراین کار حلال جستجو کنید بگذار یک برده نان دارید و از مهنت حلال باشد و مسئله کارخانه یا مغازه که در آنجا گوشتی خوک میفروشد و واقعا مغازه ها من چندین انسان ها برای من پیام نوشتن در مغازه ها کار میکنن با سطر و با حجابشان مرد های خریدار مسلمان ها حال کافر ها اون طرف مسلمان ها در همین رسیه برای آنها گب میپرتوین رقمی تلفن میپرسن سخن نیک میگن شوهرش مثلا حقارت میکنه دشنام میتید میزند در مغازه یک انسان سخنی نیک میگد برای این زنی که در مغازه کار میکنه دلش برداشته میشه زن عقلش کمتر از خرسان میشه به سخن این بیگانه شاید تو فدی سخن های نازگ شما اینقدر خوش روح هستید گفت سخنی که شوهرش در حیاتش نگفت است با این زنی بی عقلم آب و ادم میشه تحفه می, می دهد قبول میکنه شوهرش یگان بار آشخانه نبرده است رستوران ها نبرده است قهوه خانه های قیمت نبرده است این آدمی بیگانه تکلیف میکنه بعد عاقبت آقیبت هایی میشد که دیگه بخشیده نمیتوانید خودتون. بنابراین برادرها نگذارید همسراتون رو به یک جایهایی که با مردها آمیخته هست. یک دومش در آن جاها چیزهای حرام فروخته میشد. مانند عرق که پیانبر صلی اللہ علیه وسلم ده نفر لعنت کردن به سبب یک عرق. و این چونین گوشتی خوک هم. پیامر صلی الله <سؤال> علیه و سلم اصلا قاعده شریعت است ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اگر الله تعالی یه چیزی رو حرام کنه پولش هم حرام می‌کنه شما اگر فتوا خواهید بله در دیار کفر هستید شما در اونجا برای شما اجازه هست میگفتگی فتوا ها مییوبت در کتاب ها در همه باب فتوا یافتن ممکن است من تتبع رخص العلماء فقط تزندقه بعضی علماء بودن کسی که اگر رخصت کابی کند فتوا کابی کند برای هر کاری که برای خودش قلعه هست برای خودش آسان است این آدم زندگ میشد بنابراین من انشاءالله یک بحث آماده کردگی هستم شاید یه موضوع الهیده در باره چه خیلی که در صحبتی گذشته وعده کردیم ام آید زبح یهود و نصارا و آید عملهای حرام یعنی فروختن گوشت خوک یا در آن مغازه هایی که گوشت خوک فروخته میشه همچون فراش کار کردن یا در بانک همچون فراش کار کردن این موضوع ها را میخوام بحثه را از کتاب برای شما خونده دی هم خصوص از کتاب های مذهبی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ولی در کتاب های مذهبی ابو حنیفه در بعض مسئله ها بعض علماء مذهب سبوق گرفتن لیکن در کتاب های مذهبی حنفی باز نقل از دیگر علماء مذهبی حنفی است که این کارها را حرام میدانن اون صحبتی گذشته اونایی که سنگ مرمر های قیمت می بر بالای قبر وقتی که گفتیم سنگ مرمر آماده نکن یک آدم گفت است که ای دوملای بی سواد چندین آدم ها را از جای کار محروم کردی گفت است وظیفه ما رسانیدن هست چقدر آدم ها با وجود اینکه نماز قضا نکن میگویم نماز قضا میکنن درس خون میگویم درس نمیخونن قرآن حفظ کن میگویم قرآن حفظ نمیکنن سخنی ما رو نمیگیرن شما فکر میکنید که همین اینکه ما حرام گفتیم تمام جای کاری آدم محروم کردیم از جای کار جای کاری حلال یابید برای فایده خودتان دعاتون قبول میشه فرزنداتون فرزندای صالح میشه شما این فرزندای کل لحم نبت من سحت فنار اولا به گفتن جناب رسول الله صلی الله علیه و آله هر یک گوشتی که از پول حرام می سبزد آتش دوزخ برای وی اولاتر است وقتی که فرزندتون کلام میشه با پول پاره با پول ریبا با پول حرام با پول قیمار حالا یک برای ما آدم نویشت است که دخترش به یه آدمی سروتمند خاندار کرده است اون سروتمند بعد اینکه خاندار میشه نماز است فهمیدین که با پول قیمار همه مال و مول کش است میگن که آیا دخترم گرفته بیایم یا نه مقصد نماز خان است قیمار با قمار بازی میکنه ما در از قیمار است برادر و عزیز پگه این از بینی تا میبراید همه مال و ملکی که جمع کرده به سر یه مصیبت هایی در همین دنیا می بیاد که و پشایمانی فایده نمیکنه. کنند بنابراین کوشش کنید یه بردانان نان یا بیدو از مهنت حلال از عرق جبین از راه حلال جستجو کنید الله تعالی برکه می وقتی که به خاطر الله شده کاری بده ترک می کنید کاری که حرام است حتی کاری که شبهناک است یعنی که کاری که به حرام مانندی دارد ягон кас ҳаром гуфта наметавонаду ба ҳаром монандӣ дорад шумо ба хотири аллоҳ агар тарк кунед алло таоло барои шумо як касбу кори ҳалолу пок аз вай беҳтар иваз медиҳад пайғамбар сам ваъда додан ян ваъдаи пайғамбар вадаи алло ст сл л л см мантарака шайа лиллаҳ вадалла хайран минҳ касе ки як кор агар барои алло шудатарк кунад алтаол ивази беҳтар медиҳад бинобан ба тамоми мусулмонҳо яне тавсеяи мо ин аст ки ҷустуҷӯи касби алол кунед ҷустуҷӯи касбу ҳалол кунед то ин ки он луқмае ки мехӯред ва барои фарзандҳои бегуноҳатон мехӯронед аз меҳнати ҳалол бошад вллау таал алам